سلام رفقا، حالتون چطوره؟ با یه تاپ 5 دیگه اومدیم خدمتتون. اگه صداهای بیرون از خونه منم اجازه بده، قرار امروز بریم به سراغ سخت‌ترین باس‌های سال 2023 من. و بعد از تمام شدن ویدیو دوست دارم شماها هم سخت‌ترین تاپ 5 باس فایت‌های سال 2023 تون رو بذارید. البته شما یه ارفاق دارید، ممکنه خیلی‌ها تو سال 2023 رفته باشید به سراغ بازی‌هایی که سال‌های قبل اومدن. هیچ ایرادی نداره. تاپ 5 به شما هیچ مشکل نداره، ولی تاپ 5 من فقط واسه 2023. و اضافه کنم بچه‌ای که آرمورد کور 6 رو بازی کردین یا لوردز آف د فالنو، از اونجایی که من آرمورد کور رو اصلا نزدم چون تو پیک بلاستمس و گیمزکام بود اصلا نرسیدم بازی کنم. لوردز آف د فالن هم که قصهشو خبر دارید چی شد که اصلا بازی رو انجام ندادم، همون بهتر که این سولز لایکر رو بازی نکردم. بنابراین خبری از باس های آرمورد کور 6 و لوردز آف د فالن ریبوت در واقع توی این ویدیو نیست، اما کلی بازی متروئیدوانیا، روگلایک و سولزلایک بازی کردم تو سال 2023 و قراره یه تاپ 5 بدم بهتون که از شماره 5 تا شماره 1 قراره همین جور سخت‌تر و سخت‌تر بشه. برای دیدن این ویدیو جذاب با من همراه باشید. میریم به سراغ شماره 5. خب حتما خیلی از شماها همچین تصوری رو کردی که قطعا بین باسایی که هاشم انتخاب کرده بدون شک یا باسا باید واسه یه عنوان سولزلایک باشن یا میترویدوینیا یا روگلایک. ولی نکته جالب اینه که اولیش قراره بریم سراغ فاینال فانتزی 16 و باس فایت آخر بازی اولتیما. اولتیما به حدی باس فایت فرسایشی و سختیه که شما یه جاهایی از باس فایت خسته میشید، یعنی از دکمه زدن خسته میشید. منو یاد یه سری از کلن فایت های عجیب و غریب بایونتا مینداخت، یعنی یکم طولانیه و همین مسئله باعث میشه یه جایی مغزتون بعد همیشه آدم ته بازی همه چند ساعت قبلش زده. حتی اگر دارید رو مود سختی ایزی فاینال فانتزی 16 رو بازی میکنید، اینو بدونید اولتیما از اون باس فایت هاییه که انقدر کش داره و انقدر هی فاز عوض میشه و تموم نمیشه این لعنتی که واقعا یه جایی باس فایت میگی تو چرا نمیمیری. و به همین دلیل اولتیما توی رتبه 5 سخت‌ترین باس های سال 2023 من قرار گرفته. بریم سراغ باس فایت بعدی. شماره 4 اختصاص داره به یکی از زیباترین و در این حال سخت‌ترین باس فایت های سال 2023. خیلی از بچه ها حتما پشت این باس فایت گیر کردن و باعث شده بازی لایز آف پی رو تموم نکنن. مگه میشه توی سخت‌ترین بازی های 5 سال اخیر بازی لایز آف پی باشه و از این بازی باس سختی انتخاب نشده باشه؟ لاکسسیا نمیدونم، یه باس فایت کاملا منحصر به فرد توی عنوان سولز لایک به حساب میاد. اگه یادتون باشه تو ویدیوی مربوط به سخت‌ترین بازی‌های 5 سال اخیر اشاره کردم بازی لایز آف پی یکی از دلایل سخت بودنش مقوله پرفکت بلاک و لاکسشیا بزرگترین چالش پرفکت بلاک بازیه. یعنی اگر تا قبل این باس فایت پرفکت بلاک رو یاد نگرفته باشین، اینو بدونین قرار زجر بکشین. تو دو حالت میشه این باس فایت رو زد. یک، اینکه شما به صورت کلی انقدر فارم و چیز کرده باشه، یعنی گرایند سنگین واسه لول اپ کرده باشه که اصلا این بازی فضایی واسه گرایند کردن این مدلی نداره. حالا ما فرض میگیریم شما کرده باشین که با لول زیاد برید تو باس فایت که مستلزم ساعت ها فارم کردنه، تو جای فارم عجیب غریبی هم نداره بازی، یا اینکه واقعا باید مهارت داشته باشید برای شکست دادن لاکسشیا. یه خبر ترسناک بهتون بدم، تا حالا روی بازی لایزافی دو تا آپدیت اومده و دو تا آپدیتی که اومده هر دو تاش یکی از کمک هایی که کرده اینه که این باس فایت آسون تر کرده. مثلا آپدیت اولیه که اصلا کلن یه کاری کرد آدم ها به این میرسن گریه نکنن. من قبل باس فایت اول بازی اصلا قبل عرضه نشسته بودم بازی میکردم، بگذاریم که کلن 15-16 بار منو کشت، ولی واقعا آزار دهنده است و باس فایت خوشگلیه. بریم سراغ باس بعدی. خب نوبتی هم باشه، نوبت عناوین میترویدوینیا است. کلی میترویدوینیا هم امسال زدم خیلیتون راحت تخت. بین چند تا باسی که توی بازی افتر ایمیج بود و این طرف مونده بودم، چند تا که نبه یه باس بود تو افتر ایمیج که مونده بودم که این یا اون، ولی خب خیلی بالا پایین کردم. نهایتاً
اویترنو از بازی بلاسفمس 2 انتخاب شد. اویترنو میتونم بهتون بگم که یه چالش خیلی عجیب و غریبش اینه که شما نه تنها با خودش فایت دارید، بلکه قراره با تمام باس فایت های بازی هم توی لحظات پایانی نبرد فایت بدید. یعنی شما وقتی جون اویترنو رو میرسونید به اون آخراش، یهو یه حرکتی میزنه، هر چی باس فایت تو کل بازی انجام دادید و باید یهو اسکیپ کنید. یعنی اون تیکر رو اگه نتونید جا به جا بشید و درست از موومنتاتون استفاده کنید و درست ضربه بزنید، تمومه. البته بهتون بگم ها، یه ویدیو هم ساختم برای چیز کردن این باس که به راحتی آب خوردن میتونید بزنیدش. اون ویدیو توی کپشن لینکش رو میذارم حتما اگه دوست داشتین اونایی که بلاسمس دو میزنید. ولی اویترنو جز معدود باس هایی که توی یه عنوان میترویدوینیا تمام مهارت و اسکیل شما رو به چالش میکشه. یه جورایی که اگه تا قبل اویترنو شما با یه استایل خاص فایت میدادین، خیالتون تخت به اویترنو برسید که تازه باس آخر هم به حساب نمیاد و باس یکی مونده به آخره، قراره مدام هی مدلای مختلف و نمیدونم چی دمانای مختلفی داشته باشید توی آر پی جی بازیتون برای اینکه بالاخره بتونید شکستش بدید. اگرچه فیز یکش خیلی چیز سختی به حساب نمیاد، ولی واقعا توی فیز دو بیرحمه. خب شماره دوم یه باس فایت کاملا آپشنال، در واقع باس فایت مخفی یا آخرین باس فایت اصلی بازی لایز آف پی یا همون نیملس پاپت. یه نکته رو همینجا بهتون بگم، نیملس پاپت قبل از دوتا آپدیت بی نهایت زجرآور بود. نیملس پاپت بعد از آپدیت ها هم اصلا آسون نیست و خیلی ها میرن سراغ پایان معمولی بازی به خاطر اینکه زدن این داستان داره و خیلی ها اشتباه میکنن نمیزننش، به هوای اینکه میریم تو نیو گیم پلاس میزنیمش. نیو گیم پلاس، به نیو گیم پلاس، من نیو گیم پلاس 3 هم خب روی ایکس باکس، یکم روی پلیستشن نیو گیم پلاس 3 هم. نیو گیم پلاس به نیو گیم پلاس نیملس پاپت سختر و سختر و سختر میشه. یعنی مضافه بر این که فیز یکشو نمیگم، فیز یکشو اگه مثلا بازی رو قشنگ همه چیزش رو یاد گرفته باشید، پرفکت بلاک که به موقع ضربه زدن به موقع استفاده از همه چیز اوکیه، فیز دوم اصلا یه چیز دیگه است. ولی یه نکته بهتون بگم، این باس فایت رو شکست بدید و سلاح بی‌نظیر و جذابش رو بگیرید دستتون تا اون موقع بفهمی قدرت یعنی چی. اگرچه تو نیو گیم پلاس ها حتی با سلاح خودش هم برید به مبارزه باهاش، اونجا بهتون میگه که یه مماس چقدر کره میده. میریم به سراغ شماره 1، سخت‌ترین باس فایت سال 2023 نه تنها من، خیلیا. حالا نکته جالب اینه که خیلیاتون ممکنه بپرسید ای آقا تو 5 تا بازی سخت 5 سال اخیر چرا خبری از وولانگ نبود؟ ولی اینجا یه باس فایت از وولانگ اومده و شده سخت‌ترین باس فایت سال 2023. جوابتون اینه، بله. لوبو که جزو معدود باس های تاریخ ویدیو گیمه که اگه بخوان یه تاپ 5 باس های سخت واسه یه بازی بذارن، معمولا تو اکثر تاپ 5 ها تو رنک 1 قرار میگیره، در حالی که باس فایت وسط بازیه. بله، لوبو از اون جمله باس هایی که ایراد بازی وولانگ حساب میشه. یعنی انقدر سخته که یا پشتش گیر میکنید و وولانگ رو دراپ میکنید، یا انقدر خوب میشید که لوبو رو بتونید بزنیدش که بعد کشتنش انقدر بقیه چالش های بازی حتی باس فایت آخر بازی واسه تون ایزی میشه که اینطورید که لحظه به لحظه ممکنه شما بازی رو دراپ کنید. یعنی از اون باس فایت هایی که پلیرها رو از بازی دور میکنه، اگه بزنیش انقدر باید قوی شده باشی بزنیش که بعد اون دیگه هیچ چیز برای شما چالش به حساب نمیاد و بازی خیلی ایزی میشه. اگه هم نزنیش که خب نمیتونی جلو بری. یعنی من موندم واقعا چرا باید یه باس سخت رو بذاریم اینطوری وسط بازی. البته بگم شما دو بار با لوبو توی بازی وولانگ مواجه میشید و من دقیقا اشاره به دفعه اولش دارم، واقعا باس فایت دیوانه کننده و سختیه و فکر کنم ویدیوی چیزی هم ازش نساختم ولی توی استریم زدمش. توی استریم هم بعد از فکر کنم 15-16 بار کشتمش و نکته مهم ماجرا اینه که اون فازی که 15-16 بار مردم و زدم، قبل اینکه بیام باش فایت بدم یه 5-6 بار مردم، گفتم آجی من زورم به این نمیرسه. بعد رفتم مثلا یه سری اسکیل اضافه کردم، لول اپ کردم، اولش 20 لول اومدم بالا، بازم 15 بار منو کشت. خیلی باس فایت بدیه،
نه لازم این بدره که گفتم یعنی اینکه عذاب میکشی و یعنی باس فایت خیلی خوشگلیه و به شدت تایمینگتون مهمه، چون یه داجای خاصی داریم تو بازی که اگه اون داجا رو به موقع آن تایم رو درست بزنیم میتونی ضربه های خوبی به باس وارد کنید، ولی اون داجا خیلی خیلی تایمینگ درستی میخوان. دفاع کردنتون خیلی مهمه، کی جا خالی بدین از دور از نزدیک. اصلا وای که من هر چی بگم راجع به این باس سوارکار کم گفتم، فوق‌العاده است لوبو و توی رتبه یک سخت‌ترین باس‌های سال 2023 من قرار می‌گیره. حالا نوبت شماست، بنویسید تو سال 2023 سخت‌ترین باس‌هایی که باهاش مواجه بودید چی بود، یا برای من یه تاپ 5 درست کنید. و گفتم اصلا اهمیت نداره که بازی قدیمی هم امسال بازی کردین یا نه. عاشقتونم و خدافظ.